بیماری ها هم دو نوعه، بعض بیماری هایی که تو امید داری شفا پیدا بکنید موقتا تو رمضان یکی دو روز دامنگیرت میشه، سه چهار روز روزت رو میخورید با عذر و امید داری که بعد شفا پیدا بکنید، بعد از رمضان قضا شالا سه روز چهار روز هست میگیرید، اگر نگرفتی سهلنگاری کردید تا رمضان بعدی وارد شد باید کفاره هم بدید، چون تأخیر کرده رمضان بعدی وارد شده کفاره هم باید بدید. اما بعضی بیماری ها دیگه امید خوب شدن کسی نداره. یکی از این بیماری ها پیریه، پیری و ناتوانی دیگه، انسان ضعیف میشه سست میشه. اونهایی که پیر از کار افتاده هستن و طاقت ندارن و تحمل روزه ندارن دیگه روزه براشون نیست، چون امید ندارن که دیگه جوانتر بشن حالشون بهتر بشه، اینا کلن روزه همون یک مد فدیه میدن. حالا سی روز میتونن یک جا بدن اول رمضان، میتونن آخر رمضان بدن، مشکلی نداره. روز یک کیلو بدن، سی کیلو. یا بیماری های مزمنی مثل سرطان، مثل همین آسم، مثل اونایی که کلیهشون از دست دادن مشکل دارن، دیگه خود تشخیص دکتره که این بیماری تا آخر عمر همراهش هست و مشکل داره. اینا روز یک کیلو فدیه میدن، دیگه روزه براشون نیست. اما زن باردار تو ماه هفتم و هشتم و نهم که بهش فشار میاد میتونه روزش رو بخوره. خیلی خواهرها مؤمنن، خدا ترسن، میترسن روزشون بخورن. خب بالاخره مادر باید تقویت بشه تا اون جنین رشد بکنه. اسلام چه دینه وقتی تو نخ روزه میریم و آوانتاج هایی که و رخصت هایی که اسلام میده به روزداران متناسبه با توانش، با وضعیتش، با حالتش، مقیمه، مسافره، مریضه، سالمه، چطوریه؟ اگر احساس کرد که داره ضعیف میشه چه خودش چه تأثیر میذاره، وقتی خودش ضعیف شد بچه‌ش هم ضعیف میشه. این روزشو میخوره فدیه میده. اگر که بچه رو شیر میداد دوباره همین حالت، احساس میکرد که ضعیف داره میشه دوباره همین حالت، میتونه فدیه بده.